خب من عرض ادب میکنم خدمت آقای ماریو تاد، همینطور آقای هدایتی دوست خوبم، خوشحالم که باهاشون صحبت میکنم. آقای تاد که دوباره در بازی ایران و سوریه کنار خط خواهند بود، داشتم به بیننده ها میگفتم آقای هدایتی بهشون بگویه اگه تمام بازی با سوریه بود ما ایشونو داشتیم لبه خط ما سوار تیم ملی. اون بازی رفت، اینم برگشت. بله، این دفعه دومه که این اتفاق میافته. بار اول توی تهران بود که سرمربیمون به خاطر بیماری غایب بود و این بار دفعه دومه میشه که من به عنوان سرمربی دارم کنار تیم. فردا دفعه دومی خواهد بود که من کنار تیم به عنوان سرمربی هستم و شما میدونید که به چه دلیلی این اتفاق میافته. درسته. از بازی لبنان، من فقط یه سوال از بازی لبنان بپرسم بعد بیم سراغ این مسابقه. شرایط سختی که به نظرم شما تجربه کردید، هم از لحاظ زمین تمرینی هم روز مسابقه، و این شاید باعث شد که فشار زیادی به بچه ها بیاد و بازی برای ما سخت بشه. نکاتشون رو بگن راجع به اون بازی تا ما بریم راجع به بازی سوریه گرفت بزنیم. دقیقا همونطور که اشاره کردید، تمام شرایطی که توی لبنان وجود داشت بر ضد ما بود. تنها نکته مثبتی که اونجا وجود داشت نگرش و ذهنیت مثبت بازیکنان و اعضای تیم ملی بود. از دقیقه اول میدونستیم که جلوی لبنان توی خونه خودش بازی سختی در پیش داریم، ولی بازیکن‌ها تلاش مثال زدنی توی اون بازی از خودشون نشون دادن. حتی در طی لحظات بسیار سختی که در طول بازی ما گذروندیم. و البته حساسیت بازی و اهمیت بازی دامن میزد به این سخت شدن شرایط، و شاید به خاطر همین ما احساس غرور بیشتری نسبت به بازیکنامون میکنیم که تلاش کردن، سعی کردن و تا لحظه آخر تسلیم نشدن. ما مطمئن بودیم که به نسبت لبنان تیم بهتری هستیم، اما این موضوع رو میدونید گاهی حساسیت و اهمیت بازی ممکنه منجر به گره خوردن بازی بشه. اگر نگاهی به آمار اون بازی بکنیم میبینیم که ما کاملا برتری داشتیم نسبت به لبنان، ولی همونطور که گفتم گاهی نیاز میشه که تیم تا لحظه آخر صبوریش رو حفظ بکنه، و این حتی شادی مضاعفی به ما داد. سه امتیاز بسیار شیرین تری از حالت عادی شد، و نمیخوام البته اسمشو بذارم سه امتیاز حیاتی، چون که باور ما اینه که بازی فردا و سه امتیازی که فردا تو این بازی هست برامون حیاتیه. بسیاری. من بعد قرار بود یه سوال از بازی لبنان بپرسم، ولی یکی دیگه هم بپرسم، چون شما توی صحنه حضور داشتید، کامل دیدید ماجرا. اون بحث اخراج آقای اسکوچی چی بود داستانش؟ چون دوربین تلویزیونی چیز خاصی نگرفته بودن غیر از یه ذره فضای خوشحالی و بعدش هم یه درگیری. ببینید، هر کسی که اون بازی رو تماشا کرد متوجه شد که خیلی شرایطی علیه ما بود. موضوع مهم اول در مورد بازیکنان لبنان بود که وقفه‌های بسیار زیادی در طول بازی ایجاد کردن و بازی رو از ریتم مینداختن، حتی میشه گفت خارج از اصول جوانمردی بود. و این موضوع فشار عصبی فقط محدود به سرمربی نبود، تک تک کسایی که توی ورزشگاه بودن، تک تک اعضای کادر تحت فشار عصبی بودن که لبنانی ها داشتن به مبارزه کردن. اهمیت سه امتیاز این مسابقه هم مزید بر علت بود
You know that all of us have volcano in within us. و اینطور میتونم این رو توصیف کنم، هر کدوم از ما آتش فشانی از هیجانات درونمون داشتیم و هیجاناتی که گاهی از کنترل ما خارج میشه. بعد از اینکه گل مساوی رو در لحظات پایانی بازی زدیم، شاید احساساتی که سرمربی از خودش نشون داد کمی بیش از چیزی بود که باید اتفاق می افتاد. ولی با روحیه ورزشکارانه ورزشی خودشون دقیقا بعد از بازی بیانیه دادن و عذرخواهی کردن. قصد و نیتی برای اینکه نیمکت لبنان یا تیم لبنان رو ما روبروی اونا خوشحالی بکنیم واقعا وجود نداشت. اصلا داشتیم اونا رو ناراحت بکنیم، فقط یه اظهار هیجانات بود. درست. این رو شما میدونید که آقای دراگانسکوچیش در طول دوره سرمربیگریش هیچ وقت اخراج نشده از کنار زمین و با روحیه ورزشکارانه‌ای که داره دقیقا بعد از بازی بدون اتاق وقت بیانیه داد و عذرخواهی هم کرد. بسیار عالی. حالا راجع به بازی سوریه با همدیگه صحبت بکنیم. ما حالا مهدی طارمی که توی اردو نریم، علیرضا جهانبخش هم محرومه، برای مسابقه نمیرسه و سوریه هم حریفیه که تو بازی رفتم یه مقداری ما رو اذیت کردی. اصلا کلا این تیمایی که این مدلی یعنی بسته بازی میکنن کارو برای هر حریفی سخت میکنن. راجع به بازی بفرمایید که ما فردا قرار برگزار بکنیم در اردن. How high defense make it difficult for the opponent? What's your opinion about tomorrow's game? We expect a very, very difficult game. نه، من درست میگم. ما انتظار بازی خیلی سختی رو داریم فردا. You need to know that our team has huge confidence now after 4 wins and 1 draw. اما این رو هم باید بدونیم که تیم ما در 5 بازی اولی که کرده با 4 برد و مساوی که به دست آورده با اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای داره پیش میره. Yes, it is true. Syria's team is always difficult opponent and دقیقاً درست میگی. سوریه همیشه برای ما حریف سختی بوده، توی دفاع سازماندهی خوبی داره. But if all players tomorrow will show effort, passion and discipline, which we believe they will do. ولی اگر بازیکنان ما نظم و انضباط، اشتیاق و انرژی خودشون رو فردا به زمین مسابقه بیارن که البته باور داریم این کارو خواهند کرد، then difference in quality should be shown. حدس هست و اطمینان هم این هست که تفاوت کیفیت دو تا تیم به صورت مشخصی عیان خواهد شد. All of us know and we cannot wait to start this game because all of us know that this game and possible 3 points is the final step to the World Cup. همه ما بی صبرانه منتظر بازی فردا هستیم چون میدونیم که این 3 امتیاز احتمالی کار صعود ما به جام جهانی رو یک سر فرض کرد. مطمئنم که فردا با کمک خداوند بچه های ما با انضباط، با تعهد و با تلاش مثال زدنی در بازی ظاهر خواهند شد و نشون خواهند داد که تیم برتر کدوم تیم هست. انشالله. خیلی متشکرم آقای تاتا از شما و متشکرم از آقای هدایتی عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم. متشکرم، مرسی.